با حد بی نهایت در خدمت شما هستیم. حد بی نهایت کاملا از رفع پاهای صفر صفر داخلش استفاده میشه. یه سری قواعد جدید یاد میگیرین و اینکه برای مباحثی مثل دنباله، مثل مجانب به درد بخوره. پس سعی کنید این قسمت رو هم مثل بقیه قسمتایی که تو فصل مهم حد با هم دیگه کار کردیم خیلی خوب یاد بگیرید. حد بی نهایت اولش با مفهوم حد توی بی نهایت شروع میکنیم. چی میگیم؟ میگیم باید بدانیم عدد بر روی صفر عددی برابر بی نهایت است. یعنی شما اگه صورتتون شد عدد، مخرج شد صفر، عدد روی صفر حتما جواب میشه بی نهایت. حالا چی گفته؟ گفته علامت هم با توجه به علامت صورت و مخرج تعیین میشه. یعنی آقا ما از کجا بفهمیم مثبت نت یا منفی بی نهایت؟ میگم بابا علامت صورت و مخرج رو نگاه کن، تو هم دیگه ضرب کن. اگه جفتش مثبت بود مثبت، یه مثبت یه منفی بود منفی، جفتش هم منفی بود باز میشه مثبت. یعنی فقط کافیه علامت ها رو نگاه کنیم و تو هم دیگه چیکار بکنیم؟ ضرب کنیم. دقت کنید، اولین سوال اومده گفته اگر نمودار fx به صورت زیر باشد، حاصل لیمیت x به سمت x0 کمتر x2 روی fx کدام است؟ توجه کنید نمودار fx رو داریم. حالا ببینیم طراح چی میخواد. نگاه کن، گفته لیمیت x2 روی fx. اگر من x0 رو جایگذاری بکنم بالا یک عدد مثبته. چرا عدد مثبته؟ به خاطر اینکه وقتی به توان 2 میرسه مثبت میشه. اما توی مخرج چی داریم؟ توی مخرج نگاه کنین، این نقطه x0 ما با سمت چپش کار داریم. سمت چپش، چرا سمت چپش؟ چون گفته x به سمت x0 کمتر. سمت چپش میبینید زیر محور x است، به همین خاطر مخرج گذاشتیم صفر منفی. وقتی بالا مثبت و پایین منفی، عدد روی صفر میشه بی نهایت. مثبت در منفی هم که میشه چی؟ منفی. یعنی جواب میشه منفی بی نهایت. به همین سادگی سوال حل شد. بعدی رو ببین، شبیه به همین اینه. گفته اگر نمودار تابع f به صورت رو به رو باشد، حاصله لیمیت x به سمت 2 کمتره x منهای 4 تقسیم بر fx منهای کدام است. خب دو مرتبه ببینیم چی خواسته. اینو خواسته 2 رو جایگذاری میکنه. بالا که میشه 2 منهای 4 میشه منفی 2. اما پایین جای fx ما گذاشیم 1 بیشتر. چرا حالا؟ ما داریم توی سمت چپ 2، یعنی توی 2 کمتر حد میگیریم. نمودارتو نگاه کن، تو خود نقطه 2 دقیقاً عدد 1ه. حالا وقتی میگه 2 کمتر میشه سمت چپش. اگه سمت چپ 2 رو نگاه کنی میفهمی که حتما از 1 خورده چیه؟ بیشتره. وقتی که از 1 خورده بیشتره، خب می‌نویسیم 1 بیشتر. بنابراین بالا منهای 2، پایین 1 بیشتر منهای 1 میشه 0 بیشتر. عدد روی صفر میشه چی؟ بی نهایت. این منفی از کجا اومد؟ بالا منفیه، پایین مثبت، منفی در مثبت میشه منفی بی نهایت. پس این مدل سوالا کاری نداره، دو تا حل کردم که ببینی از روی نمودار فقط کافیه تشخیص بدی توی اون عدد حالا چه سمت چپش خواسته چه سمت راستش، ببینید چه محدوده ای داره و علامت صفر معمولا با همین اینا تعیین میشه. اما سوال بعدی سوال قشنگی، گفته حاصل لیمیت x به سمت صفر مثبت تانجانت پی رو x منهای 2 کدام است؟ خب تانجانت پی رو x منهای 2، من میام صفر مثبت رو میذارم میشه تانجانت پی رو صفر مثبت منهای 2 میشه تانجانت پی روی منهای 2 بیشتر. ما اول باید ببینیم پی رو منهای 2 بیشتر چی میشه. نگاه کنید، میشه از منفی پی دوم یک کوچولو کمتر. پس بنابراین ما تانجانت منفی پی دوم یه خورده کمتر رو میخوام. مسئله که وجود داره اینه تانجانت منفی پی دوم میشه بی نهایت، اما این که ما بفهمیم کجای دایره مثلثاتیه برامون مهمه. برای اینکه بهتر بفهمین میایم اینو باز میکنیم. حتما تو میفهمی که دایره مثلثاتی و این نقطه منفی پی دوم، ببینید این منفی پی دوم ما تو منفی ها به این صورت حرکت میکنیم دیگه. یعنی وقتی قرار از منفی پی دوم کمتر باشه، این که منفی پی دومه، یه خورده میاری این طرف تر میشه منفی پی دوم چی؟ کمتر. پس بنابراین میفته تو ناحیه سوم. یه بار دیگه نگاه کن،
این خود منفی پی دوم. وقتی میگه منفی پی دوم کمتر، یعنی باید باز بریم به سمت منفی ها، به سمت داخل منفی ها بریم. این میگه منفی دو بیشتر، بر میگریم رو به مثبت ها. پس وقتی میگه منفی پی دوم کمتر، میره به سمت چپ. وقتی که میره به سمت چپ، تو سمت چپ میفته تو ناحیه سوم. تو ناحیه سوم نگاه کنیم، کوسینوس منفیه، پس صفر وقفت میشه صفر منفی. سینوس منفی پی دوم که از منفی یک، عدد روی صفر بی نهایت، منفی در منفی مثبت، پس جواب چی در میاد؟ مثبت بی نهایت. پس ببینید، برای اینکه اینا رو راحت تر بفهمید، میتونید بیاین به جای تانجانت بنویسید سینوس رو کوسینوس، یا کوتانجانت بنویسید کوسینوس رو سینوس، مقدار صورت که راحت تعیین میشه. توی مخرج فقط تعیین کنید که تو کدوم ناحیه است، تو ناحیه اول، دوم، سوم یا چهارم، که ببینیم تو کدومش مثبت و تو کدومش چیه منفیه. سوال بعدی، گفته مقادیر آب برای اینکه داشته باشیم لیمیت x به سمت 2 x رو x2 من یا x به اضافه b میشه مثبت بینات کدام است. حل این سوال رو با مثال بهتون یاد میدم. نگاه کنید، فرض کنید این حد رو طراح از ما بخواد. با توجه به اینکه x به سمت ریشه مخرجه، ما باید بیایم اینجا حد چپ و راست بگیریم. یک بار به سمت 3 بیشتر، یک بار به سمت 3 کمتر. خب ببینید، اگه به سمت 3 بیشتر باشه، 3 بیشتر منهای 3 میشه 0 بیشتر. عدد رو 0 بی نهایت، مثبت در مثبت، مثبت بی نهایت. اگه x به سمت 3 کمتر باشه، 3 کمتر منهای 3 حتما از 0 کمتره. عدد رو 0 بی نهایت، مثبت در منفی، منفی بی نهایت. پس اینو یادت باشه، وقتی بود یک روی ایکس نایسه، جواب هم میتونست مثبت بی نهایت باشه، هم میتونست منفی بی نهایت باشه. حالا فرض کن هست لیمیت ایکس به سمت 3 یک روی ایکس نایسه کلن به توان 2. دوباره 3 ریشه مخرج حد چپ و راست میگیریم، یک بار 3 بیشتر، یک بار 3 کمتر. تو 3 بیشتر من میذارم 3 بیشتر منهای 3 میشه 0 بیشتر، به توان 2 همچنان 0 بیشتر میشه و جواب میشه مثبت بی نهایت. اما بچه ها ببینید، وقتی 3 کمتر بذاریم، 3 کمتر منهای 3 میشه 0 منفی، ولی چون 0 منفی میشه به توان 2 میرسه، باز میشه مثبت، پس جواب اینم میشه مثبت بی نهایت. یعنی توی این حالتی که مخرج توان 2 داره، تو هر دو طرف جواب میشه مثبت بی نهایت. اما وقتی توان 1 بود، یه طرف میشد مثبت بی نهایت، یه طرف میشد منفی بی نهایت. میخوام اینطوری بگم، تو این مدل حدا، اگر جواب فقط مثبت بی نهایت یا فقط منفی بی نهایت بشه، مخرج یک پرانتز به توان زوج داریم، حالا میخواد 2 باشه، 4 باشه، یا 6 یا هر چیز دیگه. اما اگر جواب مثبت و منفی بی نهایت همزمان بشه، اون موقع هم میتونه مثبت بی نهایت باشه، هم منفی بی نهایت جواب. پس اون موقع حتما توی مخرج توان اون پرانتز فرد بوده، یعنی 1 بوده، 3 بوده، 5 بوده، یا هر عدد فرد دیگه ای. یه بار جمع‌بندی کنم، دوباره دارم میگم، تو این مدل حدا، اگر جواب فقط مثبت بی نهایت یا فقط منفی بی نهایت شد، اون موقع مخرج یک پرانتز به توان 2 4 6 یعنی توان زوج بوده. اگر جواب فقط مثبت بی نهایت و منفی بی نهایت نبود، یعنی جفتش همزمان بود، یعنی روبروی کس نمیشد مثبت و منفی بی نهایت، اون موقع مخرج توانش فرد 1 3 5 7 یه عدد فرده. حالا بریم سراغ حل سوالمون. سوال اینو به ما داده، تو میای نگاه میکنی، میگه آقای طاهری جواب شده مثبت بی نهایت، فقط مثبت بی نهایت. وقتی که فقط مثبت بی نهایت، پس مخرج یک پرانتز داریم به توان زوج. حالا زوجش رو چجوری تعیین کنیم؟ وقتی اینجا x به توان 2ه، نمیتونه پرانتز توانش 4 باشه که این توانش 2ه. پس توی مخرج حتما ما یک پرانتز به توان 2 داشتیم، یعنی تو مخرج داشتیم x منهای 2 به توان 2. یکی از من میپرسه میگه آقا چرا x منهای 2؟ میگم چون x به سمت 2ه، تو این x باید مخرجمون صفر شه. ببین الان من اگه 2 رو بزنم، 2 منهای 2 میشه چند؟ صفر. مثلا اگر x به سمت 1 بود چی باید مینوشتیم؟ باید کلا x منهای 1. مثلا اگر x به سمت 5 بود چی مینوشتیم؟ x منهای 5. پس توی مخرج من باید داشته باشم x منهای 2 به توان 2. بازش کن،
میشه x2 منهای 4x به اضافه 4 x2 منهای x به اضافه b. پس این b 4 این a هم 4 یعنی این که الان a تون 4 و b تون 4. سوال بعد رو ببین. گفته اگر لیمیت x به سمت 3 x منهای 4 تقسیم بر 2x2 به اضافه x به اضافه b مساوی منفی بینت باشد a به اضافه کدامست؟ بچه ها ببینی دوباره جواب فقط منفی بی نهایته. ما گفتیم اگر جواب فقط منفی بینند یا فقط مثبت بی نهایت باشه اون موقع توی مخرج یک پرانتز به توان زوج داشتیم. الان من اگر بخوام اینجا پرانتز به توان زوج داشته باشم باز توانشو میذارم دو. چرا؟ چون اینجا x2 دارم. حالا x به سمت چنده؟ 3. پس باید چی داشته باشم تو پرانتزم؟ x منهای 3 به توان 2. آقا این 2 چیه این پشت؟ میگم مگه x2 ضریب 2 نداره؟ پس این 2 هم پشت این پرانتزه باید بیاد. حالا این اتحاد رو باز کن. حالا 2 رو توش ضرب کن. پس ضریب x میشه a. ضریب x منفی 12 پس a منفی 12 است. عدد ثابته میشه b پس b هم میشه 18. ما فهمیدیم a منهای 12 b 18. جمعشون کن با هم جواب میشه 6. سوال بعد. گفته حاصل لیمیت x به سمت منفی منهای x در براکت 1x کدام است؟ ببینی ما اولین کاری که بکنیم باید بفهمیم براکت چنده. اصلا همیشه شما براکت قدر مطلق تو صورت سوالتون بندازیم بیرون. اگر من بیام منهای بی نهایت رو اینجا جایگذاری بکنم میشه عدد رو منهای بی نهایت. خب عدد رو منهایت صفر بود. حالا چون اون مثبت این منفی میشه صفر منفی. براکت صفر منفی چقدر میشه؟ منفی یک. و تو اون x ضرب میشه یعنی میشه x ضرب در منفی یک. خب حالا x مون چی بود؟ منفی بی نهایت. پس منفی بی نهایت تو منفی ضرب بشه چی میشه جواب؟ مثبت بی نهایت. و به همین راحتی این سوالم چی شد؟ حل شد.